سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. ظاهرا باید رسانه ها رو فراتر از وسایلی برای اطلاع رسانی بدونیم، وسایلی که در دنیای امروز ما نه فقط برای اثرگذاری بر درک ملت ها بلکه برای یه چیز فراتر، کارهای اطلاعاتی و چیزهای فراتر از این دارن به میدان میان. یک اتفاقی در تو BBC رخ داده، بعضی ها آمدن یک ادعایی رو مطرح کردن، BBC یک پاسخی داده که اون پاسخ ماجرا رو خرابتر کرده و نشون میده که ظاهرا ادعاهایی که داره مطرح میشه غلط نیست. خلاصه ماجرایی که من دارم بهش اشاره میکنم خبری هست که از دیروز در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن هست. کاربرهای شبکه‌های اجتماعی خلاصه حرفی که دارن میزنن این هست که BBC در شناسایی و لو رفتن محل استقرار یکی از کسانی که در پنجشیر در حال مقابله با طالبان بوده نقش داشته. ادعای بزرگی منظر میرسه، ولی پاسخهایی که BBC در توجیه این ماجرا داده نشون میده که اتفاقا این ادعا قابل اعتناست. من اگر اجازه بدید ابتدا میخوام ویدیویی که کاربرها دارن بهش اشاره میکنن رو برای شما بگذارم ببینین، بعد کپشن ویدیو رو کامل بخونم، بعد دفاعیات BBC رو پخش میکنم، در نهایت یک جمع‌بندی برای شما داشته باشم که ببینید عجب فاجعه‌ای رخ داده. فقط یه چیز به طور خلاصه بگم، فردی به نام فهیم دشتی از چهره‌هایی که در پنجشیر در حال مقابله با طالبان و نبرد با طالبان بود جان خودش رو از دست میده و این شخص کمی قبلتر از اینکه جان خودش رو از دست بده یک گفتگو با BBC داشته. در اون گفتگو یک شماره‌ای که کاربرهای شبکه اجتماعی میگن شماره فهیم دشتی بوده، حالا BBC میگه شمارش نبوده، ولی رو هم یه نکته خیلی مهمه، یک شماره‌ای در هنگامی که گفتگو در حال انجام شدن بوده ارتباط قطع میشه، یک شماره میاد روی صفحه، بحث سر اون شماره است. این ویدیو رو با هم ببینیم، من توضیح خواهم داد. فهرستی که شما شمردین فهرستی هست که برای بسیاری از مردم افغانستان که ظرف روزهای گذشته نگران آینده زنان، آینده جوانان، آینده تغییرات دموکراتیکی که در 20 سال گذشته به وجود آمده هستند، مسئله بسیار مهمی هست. اما آیا فکر می‌کنید اساساً راه به جایی می‌برید با تقاضای گفتگو با طالبان سر این موضوع‌ها؟ به نظر نمیاد که اونها ذره‌ای هم حتی بخوان کوتاه بیان در مورد مواضعی که دارند در این حوزه‌ها. ما ترجیح ما گفتگو و رسیدن به اجرای حل از طریق گفتگو مستقیما، ولی اگر این مسائل پذیرفته نشه فکر با جنگ میزد داستان داده این چنین نخواهد. ما تجربه مقاومت بله همونطور که دیدین یک شماره روی صفحه قرار گرفت. من اول کپشنی که رسانه ها و شبکه‌هاشون در روی این قضیه زدن رو برای شما میخوانم، بعد دفاعیات BBC رو پخش خواهم کرد که اتفاقا اون دفاعیات نکات خیلی قابل تأملی داره. نوشتن که درباره ترور سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان در دره پنجشیر این ویدیو از گفتگوی وی با BBC فارسی متوجه قرار گرفته است، به این ترتیب که تلویزیون BBC فارسی در حال گفتگو و پخش زنده با فهیم دشتی بوده که در حین مصاحبه و پخش گفتگو ناگهان چند ثانیه تصویر قطع و شماره تماس و تلفن او بر روی صفحه نمایش تلویزیون ظاهر می شود. این چیزی است که کاربرهای شبکه اجتماعی دارن به همراه این ویدیویی که دیدین منتشرش میکنن. BBC بعد از اینکه این فضا سازی ها انجام میشه یک پاسخ میده. پاسخ BBC رو با هم ببینیم، من نکات خودم رو ارائه خواهم داد. در پی اون مصاحبه زنده و پخش شماره روی صفحه، اتهامات گسترده علیه BBC مطرح شد که شماره تلفن آقای دشتی رو در برنامه منتشر کرده و باعث شده که جای او در اختیار کسانی قرار بگیره که قصد جانش رو داشتند، در حالی که شماره تلفن آقای دشتی نیست، اساساً شماره تلفن نیست. برنامه پنجشنبه ما برنامه زنده بود، ارتباط با آقای دشتی از طریق زوم برقرار شد. سلام اگر لطف کنیم لینک روان کنین، لینک زوم رو. این هم بخشی از مکالمه من با او و صدای آقای دشتی که لینک زوم را میخواست. در زمان مصاحبه به دلیل مشکل اینترنت پنجشیر تصویر کند بود، یک بار هم قطع شد و به جایش این شماره پخش شد که حالا محل بحث است. ما بلا فاصله شماره را از صفحه برداشتیم و همونطور که دیدید به استودیو و صورت مجری یعنی من برگشتیم. اما بعد از برنامه این شماره رو امتحان کردیم و متوجه شدیم که شماره تلفن نیست و به عنوان آیدی زوم و به جای اسم از طرف آقای دشتی مورد استفاده قرار گرفته. به همین دو تا نکته دقت بکنید. اول میگه که این شماره تلفن نبوده و آیدی و اسم این شخص بوده، آیدی و اسمش بوده. اینو گوشه ذهنتون داشته باشه، این خیلی نکته مهمیه، دربارش توضیح خواهم داد. ولی بیایم یه پله قبلتر، میگه که ما بعد از برنامه با این شماره تماس گرفتیم. یه شماره روی تصویر قرار گرفته، بعد از برنامه با این شد چرا تماس گرفتین؟ ما اصلا با انگیزه و هدفش کاری نداریم. فرض میگیریم اینا خواستن برن گفتگوی تلفنی انجام بدن یا صحبتایی انجام بدن یا جزئیاتی رو در خصوص اون چیزی که رخ داده مورد بررسی قرار دادن. نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که ظاهرا ما با کسانی روبرو هستیم که اولا فراتر از یک تیم رسانه‌ای، فراتر از این میفهمن و فراتر از این اهمیت یک عدد رو درک میکنن. دوما اون چیزی که اینها فهمیدن اینه که خودشون هم سوتی دادن که بعد از برنامه این جمع‌بندی است که باید با این شماره یه تماس بگیریم ببینیم این چیه، این شماره اون شخص هست، یعنی هویت شخص رو افشا کردن، به شناسایی محل اختفاش کمک کردن یا نه. اما اگر فرض بگیریم که این شماره که روی تصویر قرار گرفته شماره آیدی این شخص است، طبق ادعای خود BBC، چون اینو داره به اصطلاح خودمون اعتراف میکنه دیگه، میگه شماره‌ای که روی تصویر قرار گرفت شماره آیدی این شخص بوده، شماره تلفنش نبوده. اون چیزی که شما دیدین مردم شماره آیدیش بوده که ما نشون دادیم. بریم یک خبر بخونیم، خبری که مربوط هست به روز 29 شهریور ماه. این خبر در رسانه‌ها منتشر شده و کمک میکنه به این که بفهمیم که آیا BBC در کشته شدن این فرد نقش داشته یا نه. تیتر خبر برای شما میخونم. مکرر، اینم داخل پرانتز میگم، مکرر از این جنس از اخبار درباره همه شبکه‌های اجتماعی از روز 29 مرداد به بعد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در خبرگزاری‌ها منتشر شده. این یک نمونه است، من دارم برای شما میخونم. اقدام فیسبوک، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از امنیت کاربران افغان. حالا ماجرا چی بوده؟ اینها اومدن تصاویر، نام کاربری و آیدی کاربران افغانستانی رو پنهان کردن و حتی جستجوی کاربرهای افغانستانی رو، کاربر افغانستانی بود در شبکه اجتماعی، بعد از اینکه طالبان موفق شده به کابل برسه، اینها اومدن جستجوی کاربرهای افغانستانی رو در شبکه اجتماعی خودشون محدود کردن. و یه چیز دیگه، اومدن یک فضایی رو وجود آوردن که کاربر فقط جامعه هدف دوستانش بتوانند محتوای او رو ببینن، تا زمانی که خودش تایید بکنه، اجازه بده، بگه بله من اجازه میدم که دیگرانی هم بتوانند این محتوا رو ببینن. چرا شبکه‌های اجتماعی این کاری کردن؟ متن خبر رو وقتی میخونید میگه ما بیم این رو داشتیم که طالبان بتونه از طریق این شبکه‌های اجتماعی و از طریق هویت کاربرها و از طریق اسامی آنها به اطلاعاتی از اونها برسه و امنیت جانی اونها به خطر بیفته. دقیقاً چی شد؟ ما داریم فرض رو میگیریم که این اصلا شماره تلفن نبوده و اون ادعایی که خود BBC رو مطرح میکنه که این نام کاربری و آیدی اون فرد بوده، این ادعا درسته. این رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم، باید برگردیم به اتفاقات 29 مرداد. وقتی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و امثال اینها که اتفاقاً امنیت بالایی دارن، به یکباره به این جمعنی میرسن که ممکنه امنیت یک کاربر بعد از پیروزی طالبان به خطر بیفته، یعنی طالبانه، حالا توضیح میدم که چطور ممکنه به خطر بیفته، طالبانه این توان درش به وجود آمده که بتونه از طریق اطلاعاتی مثل شماره، نام کاربری و اینا به کاربر دسترسی پیدا بکنه. وقتی اینها فهمیدن، پس لو رفتن نام کاربری فرد و آیدی فرد یک خطر برای اون محسوب میشه. حالا باید دقیق‌تر بررسی بشه این که BBC قتل این فرد نقش داشته یا نه. چرا میگم دقیق‌تر باید بررسی بشه؟ چون BBC دفاعیاتی ارائه داده که اتفاقاً اون دفاعیات یک فاجعه است. من دوست دارم متن خبری که در رسانه‌ها منتشر شده است را برای شما بخوانم و به یک نکته اشاره بکنم. اجازه بدید به یک نکته اشاره کنم قبل از اینکه متن این خبر رو براتون بخونم. خلاصه ماجرا همون چیزی است که گفتم، داره تاکید میکنه برای اینکه هویت این کاربر چیزی است که افشا میشه. نکته که میخوام بگم اینه، طالبان چطور ممکنه بتونه از طریق این هویت‌ها به کاربرها دسترسی پیدا بکنه یا برای اونها دردسر ایجاد بکنه؟ فکر میکنم همه ما برای این باور هستیم که اون چیزی که ما از طالبان دیدیم، گروهی هستن که دسترسی دارن به دمپایی، موتورسیکلت و کلاشینکوف و هیچ. دمپایی، موتورسیکلت و کلاشینکوف و هیچ، اینو ما ازشون دیدیم. پس احتمالاً یه سرویس اطلاعاتی خارجی پشت طالبان هست، یک دولت خارجی پشت طالبان هست که شبکه‌های اجتماعی با رصد رفتار طالبان اینو فهمیدن، یعنی فیسبوک و توییتر و امثال اینها با رصد اکانت‌های طالبان اینو فهمیدن، این ارتباط رو فهمیدن. حالا درسته که عیان نمی‌کنن، فهمیدن، احتمالاً به سرویس اطلاعاتی که در کشورهای خودشان هستن هم اطلاع دادن. یعنی نگران که اون سرویسه و اون دولت خارجی بتونه این کار برای طالبان انجام بده. بریم جلوتر این چه منفعتی داره. حالا شما شماره این فرد رو برای مثال فرض میگیریم بی بی سی لو داده، حالا دو تا حالت داره، یا سوتی داده یا لو داده، یک سوء تفاهم شده، اشتباهی شده، شماره لو رفته، یک حالت این میتونه باشه، یا حالت این، یه حالت دیگه این هست که نه عامدانه مثلا این کاری کرده. این چه منفعتی میتونه داشته باشه اینکه این اتفاق رخ داده باشه؟ ببینید دوستان، برای ماجرای افغانستان خیلی ها به خصوص دولت‌های غربی و در رأس آنها فرانسه این حرف داره دربارهشون مطرح میشه که اینها دوست دارن افغانستان در چیزی تحت عنوان جنگ‌های بی‌پایان بسوزد، درگیر جنگ‌های بی‌پایان بشه، به دلیلی که خیلی مفصل ما قبلا توضیح دادیم دیگه، فکر کنم الان دیگه برای مخاطبان اینجا افتاده باشه. اگر بخواید افغانستان درگیر جنگ‌های بی‌پایان بشه و درگیر یک بحران واقعی بشه و بتواند بر امنیت کشورهای همسایه خود هم اثر بگذارد، چون الان افغانستان یک جامعه جوانی داره، جامعه جوان پر انرژی و با انگیزه و با همتی که در نقاط مثبت و منفی وقتی مشغول کار شده ما اثر انرژی اینها رو دیدیم. می‌بینید بچه‌ها بچه‌های توانمندی هستند. تو می‌تونی دو تا راهکار براشون داشته باشی، یک روندی رو ایجاد بکنی که اینها برن به سمت اینکه ارتقا پیدا بکنن، به کشور خودشون و ملت‌ها خدمت بکنن، یا راهکار دیگه می‌تونی داشته باشی از این جامعه جوان، از ظرفیت جوان بودنش استفاده بکنی برای بحران‌آفرینی در یک نقطه‌ای از جهان و اثرگذاری بر کشورهای همسایه. این چیزی که قبلا توضیح دادیم، ولی به طور خلاصه تو اگر بخوای این کار رو انجام بدی و بخوای این اتفاق رو رقم بزنی، یک پیش نیازت این هست که بتونی خونهایی رو از طرفین بریزی، خونهای مؤثر و شناخته شده‌ای رو از طرفین بریزی که انگیزه بسیار جدی برای تداوم نبرد وجود داشته باشه. وقتی که فردی جان خودش رو از دست میده که او سخنگوی جبهه مقاومت بوده، یا به عبارت ساده‌تر وقتی تو به کشته شدن فردی کمک کردی که او سخنگوی جبهه مقاومت بوده، حالا جبهه مقاومت انگیزه فراتر از کشته شدن نیروهای نظامی وسط میدانش داره برای ادامه این نبردها. نکته اول. نکته دوم، وقتی تو داری کمک میکنی که رهبران یک سوی میدان کشته بشن، به عبارت ساده‌تر داری کمک میکنی که اون نیرو کنترل بشه. با کنترل کردن اون نیرو در مقابل نیروی به نام طالبان مدام یک ثبات وضعیت به وجود بیاد، هیچ کس دست برتر نداشته باشه، هیچ کس توان بالاتر نداشته باشه، مدام یک ثبات وضعیت به وجود بیاد و فضا به سمتی بره که دو طرف درگیر جنگ‌های بی‌پایان و در نهایت مستهلک بشن. این نکاتی که باز قبلا بهش اشاره کردیم، احساس کردم به بهانه اتفاق باید توضیح بدم، ولی یک اتفاق مهمتر. امروز خیلی ها خوشحال هستن، میگن برای مثال ما در کشور خودمان موفق شده ایم با وقتی که گذاشته ایم و توانی که صرف کرده ایم و هزینه هایی که انجام شده در کشورهای همسایه چیزی رو به وجود بیاریم تحت عنوان یاران مقاومت. این تو اون زیاد شنیدین دیگه، مثلا در افغانستان یارانی داریم، در سوریه یارانی رو داریم، در عراق یارانی رو داریم که اینها برای یک هدف مشترک که تقابل با تکفیری ها در منطقه است پای کار آمدن و وسط میدان هستن. در طرف مقابلش یه چیزی اتفاق میفته دوستان، دقت بکنید. یه موقعی از بی بی سی ها و سعودی اینترنشنال ها استفاده میشد برای اثرگذاری در مردم ایران. حالا سرویس اطلاعاتی انگلستان و وزارت خارجه انگلستان دست‌آموزهایی دارد، داره از این دست‌آموزهای فارسی زبان که نوکرانی هستند که خیانت به وطن خودشون رو اثبات کردن استفاده میکنه، از ظرفیت اینا استفاده میکنه برای اثرگذاری بر تحولات افغانستان، اون هم نه بر درک مردم بلکه فراتر، برای اثرگذاری بر صحنه میدان. وقتی شما میبینید که یک نفری این حرف دربارش مطرح میشه که بعد از تماس با بی بی سی جان خودش رو از دست داده، یعنی داره فراتر از ظرفیتی که از طریق فارسی زبان ها به وجود آورده، از طریق خائن های ایرانی به وجود آورده، در فضای فارسی زبان داره استفاده میکنه. این منظر موضوع خیلی مهمی هست و یه موضوعی هم آخر سر میخواستم خدمت شما عرض کنم و اون موضوع خدمت به عزیزان خودم، آن دسته از دوستانی هست که دارن کار رسانه‌ای انجام میدن و خودشان را حامیان جبهه مقاومت پنجشیر میدانند. برای مثال من آقای محمد حسین جعفریان عزیز رو میخوام مثال بزنم و یک سوال رو مطرح بکنم. آقای جعفریان، اول سوالم اینه، خودت به نظر چقدر این کاری که بی بی سی انجام داد نقش داشته در شهادت و کشته شدن فهیم دشتی؟ چقدر نقش داشته؟ اگر فرض بگیریم که هویتش رو افشا کردن، تماس با بی بی سی اشتباه بوده یا نه؟ اگر فرض بگیریم که تماس با بی بی سی اشتباه بوده، این عادی شدن تماس با بی بی سی و رسانه‌هایی که پشتشون سرویس امنیتی رو کی انجام داده؟ یعنی بچه‌هایی که در پنجشیر نشستن، حضور اینها، نقطه محل حضورشون، رفت و آمدشون، اینا مهمه دیگه، اینا همه لو بره. اینا چطور این براشون عادی شده که با یک رسانه‌ای مکالمه می‌کنن که سرویس و دولت غربی پشتشه؟ سرویس و دولت غربی غیر قابل اعتماد، انگلیس و فرانسه که برای نیروهای مقاومت هیچ وقت نمیتونن قابل اعتماد باشن. چطور این اعتمادسازی انجام شده؟ غیر از این است که عده‌ای به اسم حمایت از پنجشیر، به اسم حمایت از طالبان، به اسم حمایت از مقاومت افغانستان انقدر با این رسانه‌ها تماس گرفتن و انقدر تماس گرفتن با این رسانه‌ها و گفتگو کردن با این رسانه‌ها و دیالوگ کردن با اونها رو عادی کردن که نیروهای وسط میدان همین رو پذیرفتن که من زنگ بزنم با BBC صحبت بکنم، ولو اینکه یه شماره از من روی تصویر بیاد که از طریق اون شماره طالبان بتونه به محل طالبان نه سرویسی که پشت طالبان هست بتونه به محل اختفای من دست پیدا بکنه. دقت کردین چی شد؟ من سوالم به طور خلاصه اینه، آیا اون فریادی که ما می‌زدیم میگفتیم آقا ارتباط گرفتن با BBC توسط شما و امثال شما کار غلطی هست، آیا اون فریاد ما درست بود یا نه؟ بالاخره شما نیروی مقاومت هستی دیگه. شما اصلا فارغ از اینکه نگاهت به مسئله طالبان چیه، به مسئله افغانستان چیه، شما یک کسی هستی که این سوی میدان در کنار ما تعریف میشی. چه شده است که BBC و امثال BBC خوشحال هستن از حضور شما؟ حضور شما به غیر از اینکه حالا باید بررسی بشه این محتوایی داره ارائه میده که به اون پاس گل میده یا نه، این یه طرف داستانه، ولی یه طرف دیگه داستانی که حضور شما داره کمک میکنه که عادی سازی اتفاق بیفته در قبال ارتباط گرفتن با این رسانه‌ها و این عادی سازیه داره کمک میکنه در مسائل حیاتی و سرنوشت ساز مثل نمونه‌ای که با هم مرور کردیم، امنیت جانی یک عده به خطر بیفته. اگر اجازه من ویدیو رو همینجا متوقف میکنم، چند تا توییت هم میخواستم براتون بخونم که تکمیل بشه حرفای من، ولی خب احساس کردم شاید دیگه خیلی طولانی شده باشه این ویدیو. اگر نکته دارید اضافه بکنید به این ویدیو و در کامنت ها اگر جایی حرفی رو کامل نزدم یا ایراد داشته حرفی که زدم اون رو حتما در قالب کامنت بهش اشاره بکنید. منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم. وقتتون بخیر.